آموزش کنید. ادامه اعتراض‌ها به پنهانکاری مقامات ایران درباره سرنگون شدن هواپیمای اوکراین فضای تهران امنیتی شد. اروپا نسبت به بازداشت سفیر بریتانیا در تهران ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه ایران میگوید راب مک‌ایر به دلیل شرکت در یک تجمع غیرقانونی دستگیر شد. توضیح فرمانده سپاه درباره سرنگونی هواپیمای اوکراین. سپاه مسئول متوقف کردن پروازهای مسافرین نیست. لغو برنامه‌های هنری و انصراف از حضور در جشنواره فیلم فجر. همدردی تعدادی از هنرمندان با خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده. 22 دی ماه برابر با 12 ژانویه. خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. گزارش‌ها از تهران از حضور نیروهای ضد شورش در بعضی خیابان‌های پایتخت حکایت داره و جو شهر امنیتی است. در دانشگاه‌های علامه و بهشتی تهران تجمعاتی برگزار شده. همزمان اعتراض‌ها به پنهانکاری درباره ساقط کردن هواپیمای اوکراینی ادامه داره و مقام‌های مختلف هم به این مسئله اعتراض کردند. مجلس ایران جلسه غیرعلنی برگزار کرده که در آن حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران شرکت داشته به همراه مقام‌های نظامی دیگر. تعدادی از هنرمندان هم اعلام کردند که از شرکت در جشنواره هنری فجر انصراف دادند. مهدی بیگی گزارش میدهد. تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه بهشتی تهران در ادامه اعتراضهایی که از دیشب شروع شد. معترضان از 3 روز پنهانکاری حکومت در مورد حمله پدافند سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین خشمگینند. حمله‌ای که به کشته شدن 176 نفر منجر شد. شعارهای نو این خشم را بازتاب می دهد. اینجا حتی از راه رفتن روی پرچم آمریکا و اسرائیل خودداری می کنند. شعارهایی هم علیه دانشجویان بسیجی داده می شود. بسیجی سپاهی، دانش ما شمایی. و حال و هوایی تقریبا مشابه در دانشگاه علامه طباطبایی. امروز 22 دی 98 جلوی دانشگاه امیرکبیر 2 تا یگان ضد شورش وایساده، همینطور که میبینید، و این حضور پرتعداد نیروهای امنیتی در خیابانهای تهران. برخی شهروندان از حضور نیروهای لباس شخصی در ایستگاه‌های مترو و مکان‌های عمومی دیگر هم خبر دادند. از دیروز صبح با صدور اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح و بعد با توضیحات امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران عصبانیت مردم شدت گرفت. اینها هزینه این شیطنت‌ها، التهابات و اقدامات امریکا در منطقه است که واقعاً اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم. امروز صبح حسین سلامی فرمانده سپاه برای توضیح در مورد ماجرا در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شد. جزئیات زیادی بیرون نیامده، اما لب کلام این است. اون فردی که در اونجا مأمور پدافند بوده متاسفانه فکر کرده که موشک کروز هست و متاسفانه این هواپیما رو مورد اصابت قرار دادن. واکنش ها به اعتراف ایران به سرنگون کردن هواپیما با موشک همچنان ادامه دارد. عده‌ای به شدت از عملکرد مسئولان حادثه انتقاد کردند. معنا نداره همچی چیزی که شما یه دفعه حس کردی یه چیزی اومد بزنیمش. مگه کفتربازیه یا کلاغ و مرغابیه؟ بالاخره کاملا شرایط. حالا چطور این خطا اتفاق افتاده انصافا قابل بررسیه. یعنی من بعید به نظرم میرسه که یک خطای عادی انسانی اتفاق افتاده باشه. قطعا یه پشت پرده هایی باید داشته باشه. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته بدتر از شلیک سهفی به هواپیما، شلیک عمدی به اعتماد عمومی بود. اعتمادی که حالا زیر سوال رفته. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا به تمام خطوط هوایی اروپایی اعلام کرد که از پرواز در آسمان ایران پرهیز کنند.
برخی از رسانه‌ها حرف‌های فرمانده هوافضای سپاه را نقد و راستی آزمایی کردند. از جمله ادعای او در مورد فرصت کوتاهی که اپراتور پدافند برای تصمیم گیری در مورد هدف قرار دادن هواپیما داشت. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره. کارلو کاپ از اندیشکده ایر پاور استرالیا در مصاحبه با وبسایت فوربس فرصت تصمیم گیری اپراتور را محاسبه کرده. او گفته اگر هواپیما در لبه برد آتشبار پرواز می‌کرد، اپراتور 1 دقیقه و 53 ثانیه و اگر مستقیم از روی آن عبور می‌کرد، 3 دقیقه و 39 ثانیه فرصت داشت. اطلاعاتی که کارشناسان باید در مورد آن نظر بدهند. شاید این جزئیات چیزی را عوض نکند، اما به روشن‌تر شدن ماجرا کمک خواهد کرد. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن در ارتباط مستقیم هستیم. آقای افشاری، کماکان جو در تهران امنیتی، در شهرهای دیگه هم گزارش هایی هست که همینطوره. از دیروز تا حالا بیشتر اعتراض هایی که بوده در مقابل دانشگاه ها بوده. چقدر میشه این اعتراض ها رو در واقع محدود به دانشجوها قلم داد کرد؟ فیلم ها نشون میده که جمعیت شرکت کننده محدود به دانشجویان نیست و اخشاری از مردم، توده مردم هم حضور دارن و در اصل جنبش دانشجویی و دانشگاه ها میزبان مردم هم بودن در این حرکت های اعتراضی و این یک به اصطلاح سنت تاریخی پشت سرش هست و در گذشته هم بعضا برنامه هایی در مقابل سردر دانشگاه ها اعلام میشد و مردم هم میپیوستن و اگرچه در دهه گذشته که به طور نسبی شاهد یک رکود در فعالیت های جنبش دانشجویی بودیم، این اتفاقات کمتر دیده شده بود، دوباره جنبش دانشجویی بازگشته به همون جایگاه سابق خودش. بنابراین و از طرف دیگه هم حالا فقط این بحث نیستش که چه کسانی در این تجمعات حضور پیدا کردن، کسانی هم هستند که به اصطلاح در فضاهای مجازی که در جاهای دیگه همراهی میکنن با این خواستها و مطالبات و اساساً بدون اینکه افراد یک برآورد ذهنی از محیط پیرامونی خودشون نداشته باشن، غیر ممکن هست که بیان و چنین شعارهای رادیکالی رو بدن. این حس رو اون افراد دارن که کمابیش این شعارها یک جمعیت زیاد به قابل اعتنایی در جامعه هم باش موافق هستن، مگر نه هر فردی به هر صورت یک عقلانیت بقایی برای خودش داره و خودش رو به اصطلاح به مسیری نمیده که بخواد به اصطلاح پایان اون به خطر افتادن خودش باشه. وقتی احساس میکنن که این خواسته ها و مطالبات فراگیر هست، میان در خیابون و اون رو به زبون میارن. فرمانده کل سپاه داره صحبت میکنه، بخش از صحبت هایشون رو بشن. از جایی که آمریکا این بار مستقیم و آشکارا از ایران بزرگ شکست خورد، هرچند متاسفانه غبارهای حادثه غم‌انگیز سقوط هواپیما هنوز امکان نداده است ابعاد عظیم این پیروزی شگفت‌انگیز و خیره کننده که جهان را به اعجاب واداشت شناسایی شود. آمریکا فرمانده ما را شهید کرده بود و به ما اخطار داده بود اگر عکس العمل نشان دهید، چه با تلفات چه بدون تلفات، 52 نقطه از کشور ایران را میزنیم. این حرف رئیس جمهور آمریکا بود. دقت کنید، ما از یک طرف تحت فشار سرعت عمل برای انتقام بودیم، باید اقدام متقابل را چسبیده به حادثه انجام می دادیم، باید غافلگیر می کردیم، باید دشمن را فریب می دادیم و باید برای واکنش متقابل آماده می شدیم. ما بازی جنگمان را تا آخر پیش بردیم. اینجا میدانی نبود که ما فکر کنیم میزنیم تمام میشن. شما به جای ما بنشینید، بگویید
پایگاه آمریکا را میزنن. او گفته 52 نقطه. او عکس العمل نشان میده. شما چه میکنید؟ او دوباره چه میکنه؟ و ما شاید از روز جمعه تا شب چهارشنبه همه چیز را آماده کردیم. فکر کنید باید زیر رصد قوی ترین قدرت اطلاعاتی عالم شما سامانه ها را گسترش بدهید، جابجا کنید. و ما برای چندین مرحله جنگ با احتمال گسترش دامنه دقیق برنامه ریزی کردیم. هنوز آماده هستند، کاملا مهیا. هیچ چیز از دید ما هنوز تمام نشده است و به خدا تکیه کردیم و این عملیات بزرگ انجام شد. شب عملیات چون ما میگفتیم انتقام میگیریم، وقتی من به عنوان یک فرمانده نظامی اعلام میکنم انتقام میگیریم، این مشخص است. آقای افشاری، عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع کردم. شنیدیم که این صحبت های احساسی، فکر میکنید آیا بتونه از خشم عمومی و در واقع عدم اعتمادی که الان در جامعه هست و انتقادی که به فرماندهان میشه و به پنهانکاری که شده باشه کم بکنه؟ نه، به نظر من این برخورد ها بیشتر یک تدابیر مهندسی شده از سوی نظام هست برای اینکه آثار سنگین این عمل فاجعه بار رو کم بکنن، قابل تحمل کنن و از همه مهمتر اونو مشمول گذر زمان بکنن. ببینید صحبت‌های امروز سردار حسین سلامی در مجلس که همین پخش کردن اون هم و نوع واژه‌هایی که استفاده کرده بود کاملا نشون میداد که این هم هدفمند این کار شده بود، از قبل برنامه‌ریزی شده بود، صرف یک تصمیم آنی رئیس مجلس نبود. این نشون میده که این پنهانکاری، این دروغگویی یک امر موردی نیست، بلکه یک امر سیستماتیک هست. در جای جای صحبت‌های کنونی حسین سلامی دروغ‌های بزرگ دیده میشد و این جمله آخرش که ما راهکاری پیدا کردیم، این به لحاظ نظامی از لخت نظر تفکر سیستمی فاجعه است. ببینید هر ابزار تکنولوژیک، از یک ابزار ساده پزشکی در نظر بگیریم تا سیستم‌های پیچیده هوایی و نظامی، اینها همه باید سازوکارها، معیارها و طراحی‌های مشخص کنترلی داشته باشند. در هیچ کدام از اینها اپراتور در یک وضعیتی نیست که صرفاً با تشخیص خودش عمل بکنه. این کنترل‌ها بخشی در سطح پیشگیری هستند، بخشی در سطح اکتشافی و حین عمل هستن که به اپراتور رو جلو کارش رو میگیرن یا اگر همه اینها نشه هشدار بهش میدن. میبینید در یک چنین موضوع مهمه که این قبلا هم در به اصطلاح نشریات تخصصی بهش اشاره شده بود، گفته بودن که چقدر ساختار پدافند هوای کشور و سپر موشکی کشور آسیب پذیر هست، ضعف‌های اساسی داره و این مکانیزم‌های کنترلی نیست که چنین فاجعه‌ای را ایجاد کرد. و برخلاف این صحبت‌های تبلیغاتی سلامی که تا جایی در اون دروغ‌گویی بود که اعلام کرد که ما عملیات گذاشته بودیم قبل از خاکسپاری قاسم سلیمانی، در صورتی که اگر اون فاجعه در کرمان نشده بود و برخی از هموطنانی که اومده بودن در مراسم تشییع جنازه، که به نظر من اشتباه کرده بودن برای اون کار، ولی به هر صورت اینها جان باختن،
اون باعث شد که خاکسپاری قاسم سلیمانی عقب بیفته و اونها طبق اعلام خودشون هم گفته بودن میخواستن همون زمانی که ماشین آبی قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس مورد اصابت قرار گرفت در سوی آمریکا، همون زمان هم دقیقا عملیات انجام بشه. شما همین دروغ شاخدار رو در نظر بگیرید بر اساس حرفای خودشون تا دیگر جنبه های تبلیغاتی صحبتش، که اتفاقا بار دیگه هم تاکید کرد که جمهوری اسلامی اون انتقام شدید رو انجام نداد، بلکه به سمت یک واکنش تلافی‌جویانه محدودی رفت که مطمئن بود که ابعاد اون حرکت در اندازه ریسک کنترل شده داره که منجر به واکنش متقابل دولت آمریکا نمیشه. آقای افشاری، فکر میکنید که حالا با توجه به اعتراض هایی که الان در جریان هست، فضا خوب متشنجه، مردم خواهان پاسخگویی هستن و اونطور که شما میگین این پاسخگویی و این سخنرانی احتمال اینکه فضا رو آروم بکنه وجود نداره باش، فکر میکنید الان رهبر ایران در چه موقعیتی مشخصا قرار گرفته با توجه که او فرمانده کل تمام قوا هست و الان بخشی از شعارها در خیابانهای تهران و شهرهای دیگه در واقع شخص او رو هدف قرار میده؟ ببینید، رهبری جمهوری اسلامی به لحاظ فردی یک آدم مستبد و خودرأی هست. همه کسانی که از نزدیک اون رو میشناسن این شیوه برخورد اون رو میدونن. من بر مبنای یک خاطره شخصی که از خودش شنیدم دارم این رو میگم. ما در جلساتی که اون موقع در ابتدای حضورم در تحقیق و وحدت ملاقات های صورت میگیره، ما در جلسه بودیم، آقای خامنه‌ای گفتش که، یعنی میخوام بگم ایشون اساسا نظر مردم براش مهم نیست، اینو بر مبنای شنیده مستقیم خودم دارم میگم، اعتراض کرد که کس شنیدم گزارش هایی به من داده شده که افرادی در شورای مرکزی انجمنهای اسلامی هستن که باوری به نظام ندارن. پاسخ متقابل ما این بود که خب ما افراد انتخاب نمی کنیم، بلکه اینها به حال محصول انتخابات ها در دانشگاه هستن. این حرف رو زد، گفت آقا انتخابات رو ول کنید، رد صلاحیت کنید. اگر نظام میخواست با انتخابات و رأی مردم بیاد، هرگز این مسیر رو نپیموده بود. چندین بار تاکید کرد رد صلاحیت بکنید. البته این حرف هم زد، گفت نظرشون نسبت به شخص من مهم نیست، نسبت به نظریه ولایت فقیه و اساس نظام مهم است. بنابراین این یک خصلت. دومین ویژگیه که آقای خامنه ای داره از نظریه ولایت فقیه میاد که اساسا خودش رو پاسخگو به مردم نمیدونه، خودش رو از جایگاه بالا امام، راهبر و هدایت کننده جامعه میدونه و جامعه عوامی به اصطلاح توصیف میشن که بارها در کلام آقای خامنه‌ای هم هست، عوام و خواص میکنه، خودشو در رأس خواص میدونه که مردم باید دنبال رو باشن، اگر حرف دیگه هم بزنن یا تحت تاثیر فتنه‌گران قرار گرفتن یا اشتباه کردن یا بصیرت ندارن. بنابراین آقای خامنه‌ای به نظر من همین واکنشی که الان میبینیم بیشتر به قوه قهریه متوسل خواهد شد و به نوعی سرنوشت خودش و نظام جمهوری اسلامی رو به موازنه قوا و رویاروی وحشت بین حکومت و جامعه کشونده و تا اون دقیقه آخر هم مقاومت میکنه و سعی میکنه با استفاده از سرکوب، در این حال البته تطمیع، حامی پروری، توزیع پست‌ها و مثلا مناسبات رانتی در بخشی از جامعه به خصوص نیروهای جامعه مدنی رو اینها رو بکشونه به بخشی از ساختار موجود بکنه بدون اینکه اعتقادمون داشته باشن، ولی چون منافعشون منزلت سیاسی اجتماعیشون پیوند خورده ناگزیر با اون همراهی بکنن و برخی از گرایش‌های دیگه جامعه هم که حالا مثلا روکت‌هایی دارن مثلا ضد آمریکایی هستن و غیره اونها رو هم داشته باشه. من بعید می‌دونم تغییری در سیاست‌های آقای خامنه‌ای ایجاد بشه. تغییر موقعی خواهد بود که واقعیت‌های میدانی شرایط رو عوض بکنه، یعنی خیابان ها در تسخیر مردم بیاد، اون موقع شاید خامنه‌ای تسلیم بشه، ولی دیگه مثل همه دیگر تجارب گذارها دیگه دیر خواهد بود و دیگه فرصتی نخواهد بود. جامعه هم تقریبا بخش مهمی از جامعه اعتمادش رو به نظام از دست داده، به خصوص اتفاق اخیر فقط ابراز ناراحتی از یک دروغگوی موردی نیست، الان سوال بزرگتر هست در طول این 14 چه چیزهای مهمتری رو از مردم پنهان نگه داشته شده، چه دروغهای بزرگتری گفته. حالا این بار فشار خارجی بود و حجم خرابکاری هم اینقدر بالا بود، مستندات معتبر و قوی حضور داشت که امکان هاشا کردن، امکان انکار
وجود نداشت. ولی الان سوال هستش که در گذشته چگونه بوده و امروز صحبت‌های سلامی، برخورد تشریفاتی مجلس، بیانیه نمایندگان و از اون طرف شما می‌بینید دوباره هیئت‌های نظارت شورای نگهبان مجاری مشارکت سیاسی و انتخابات محدودتر کردن و برخی از نمایندگان فعلی مجلس هم رد صلاحیت کردن. برای چنین فضایی بعید هست بخش قابل اعتنایی از جامعه اساساً به نظام جمهوری اسلامی و تدابیرش برای اعتماد سازی باور کنه. و شما فکر میکنید که با توجه به اینکه بالاخره یک سری اعتراضاتی الان در حال انجام، دیروز هم شاهدش بودیم، آیا فکر میکنید که احتمال داره که رهبران ایران شاید درسی گرفته باشن از اعتراضات آبان ماه دست کم، یا حداقل اجازه بدن که ملت عصبانیتشون رو خالی بکنن یا کمی عزاداری بکنن و دوچار در واقع درگیری ایجاد نکنند با مردم؟ و واکنش هایی که دیروز انجام دادن، پرتاب گازهای اشک‌آور، آرایش نیروهای ضد شورش پلیس، بعضا برخوردهای تحریک آمیزی که داشتن، خلاف این موضوع نشون میده. یا حضور گسترده نیروهای امنیتی امروز در تهران، تهدیدهایی که در برخی از همین گروه های بسیجی در بسیار فضای مجازی و غیره بوده، خلاف این نگاه رو نشون میده. البته فعلا چون هنوز اعتراضات خیلی گسترش خیابانی زیادی نداشته، در ابعاد اعتراضات آبان ماه نبوده، فعلا به نظر میرسه نوع خیشتنداری هست. همچنین تجربه اعتراضات آبان که اونها خشونت نهاییشون رو در همون گام های اولیه انجام دادن و اون فاجعه بزرگ رو آفرید و حتی مشکلاتی هم در داخل نظام ایجاد کرد که ظاهراً حتی کسی تا کنون مسئولیت اون رو قبول نکرده و همه دارن به نوعی میگن من نبودم و به دیگری به اصطلاح مسئولیت کار رو احاله میدن. اینا باعث شده که نوعی به طور نسبی خویشتنداری بیشتر شاهد باشه، ولی این تغییر سیاست نیست که اصل حق اعتراض رو برای مردم به رسمیت بشناسه. البته اگر فقط سوگواری خاص باشه، شمع روشن کردن باشه و حرکت‌های نمادین از این دست، خب طبیعتاً نظام با این مشکل نداره. ولی اگر مردم فراتر از این خواهان مقابله با دروغگویی، نه دروغگویی موردی، دروغگویی سیستماتیک این نظام باشن و خواستار تغییر سیاست ها باشن، به طور مشخص این نهاد سپاه که در دو دهه گذشته اینقدر رشد و گسترش زیادی پیدا کرده، همه حوزه های جامعه ایران رو در احاطه خودش گرفته و مردم هم به صراحت در این اعتراضات، هم دانشجوها و هم مردم که پیوسته بودن، این بی‌کفایتی سپاه رو اعلام می‌کردن. خب این هزینه سنگینی رو بر کشور ایجاد کرده و بار دیگر نشون داده که چقدر برای کشور خطرناک هست از ابعاد مختلف که نیروی نظامی فراملی ایدئولوژیک داشته باشه که وفاداریش هم به یک شخص باشه. تمام دولت‌های مدرن یکی از پایه‌های اصلیشون این هستش که نیروهای نظامیشون دیگه مثل دوران پادشاهی و دوران ماقبل مدرنیته وفادار به یک فرد نیستن، وفادار به یک جریان نیستن، اینها وفادار به کلیت جامعه هستن، وفادار به کلیت مردم هستن. متاسفانه این سپاه پاسداران که به ظاهر بعد از انقلاب مردمی شکل گرفت، به مراتب وضعیتی بدتر از ارتش شاهنشاهی داره. این ارتش در جریان انقلاب احمدی پنجاب در یک تصمیم درست مردم رو انتخاب کرد و حاضر نشد در برابر مردمش بیسته، اونها رو بکشه، حمام خون راه بیاندازه. ما متاسفانه با مجموعه طرف هستیم که مدعیان بسیار پرهیاهویی هستند، ولی توانایی های اینها در مقابل ادعاهاشون یک تفاوت خیلی زیادی رو نشون میده. از طرف دیگه مجموعه هستند که امکانات گسترده‌ای رو از کشور گرفتن و متناسب با اون خروجی نداشتن، محصول نداشتن، چیزی رو ارائه ندادن و این شکاف واقعا برای کشور یک خسران بزرگ هست که این همه امکان به پای این سپاه ریخته شده که حالا برای یک انتقام‌جویی میاد یک هواپیمای مسافربری رو با این خطای بزرگ که یک خطای سیستماتیک هست، یعنی این آقای سردار سلامی رئیس ستاد نیروهای مسلح و بالاتر از اونها خود آقای خامنه‌ای باید محاکمه بشن، نه برای اینکه یک اپراتور حالا در 10 ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه اون خطا رو انجام داده. بحث اصلی هست که چرا مکانیزم کنترلی نبوده که این اپراتور از جاهای دیگه چک بشه و
و چنین خطای بزرگی رو انجام داده که حتی فرض باور این هم به اصطلاح تردیدهای جدی وجود داره. آخه اینها در صفحه رادار هواپیمای نظامی تفاوتش با هواپیمای مسافربری خیلی زیاد هست. حالا شما در نظر بگیرید، میگن این اپراتور فکر کرده یک موشک کروز هست، باز تفاوت موشک کروز با هواپیمای جنگی هم خیلی زیاد هست. حالا این حرفا واقعا باورش بسیار دشوار است برای اهل فن، ولی اگر فرض بکنیم حتی درست هم باشه، باز نبود اون سازوکارهای کنترلی هست و مردم به درستی فهمیدن، به درستی به خیابان ها آمدن که آقا سرنوشت آینده کشور واقعا به خطر افتاده، موجودیت تاریخی ایران ممکنه به خطر بیفته با این دو نهاد مخرب کشور. اول خود نهاد ولایت فقیه که اساسا مردم رو صغیر میدونه، مردم رو فاقد تشخیص میدونه، قائل نیست که مردم صاحبان این کشور هستن. یک فردی که واقعا به لحاظ اطلاعات عمومی که در سطح نازلی هست، نه دانش تخصصی داره، نه سوابق سیاسی برجسته‌ای داشته، نه مطالعات گسترده‌ای داشته، حتی به لحاظ علوم دینی سنتی و فقهی ما هم یک فرد بسیار عادی و عوامی محسوب میشه در حوزه‌های علمیه، اینو قرار دادن در رأس کشور و همه تصمیمات اساسی کشور رو خودش و نیروهایی که جمع کرده در زیر نهادهای زیر مجموعه دستگاه ولایت فقیه داره اداره میشه. بعد اومده یک نهاد، یک بازوی نظامی عقیدتی و ایدئولوژیک هم برای خودش درست کرده، سپاه پاسداران، ارتش ملی کشور رو در 4 دهه تحقیر کردن. کسانی که امروز و رأس فرمانده سپاه هستن و متاسفانه تمام امور اصلی راهبردی و استراتژیک نظامی کشور رو بر عهده دارن، برگردیم به 4 دهه پیش، اینها هیچی از مسائل نظامی نمیدونستن، حتی اکثر یک سری گروه های چریکی و به اصطلاح شبه چریکی یه فعالیت های محدودی داشتن. اینها اومدن به یک هزینه سنگینی که از جیب این ملت پرداخته شده، از امکانات تأسیساتی این کشور سوء استفاده شده، که این افرادی که حداقل اطلاعات رو داشتن، افرادی که بی‌کفایت بودن، افرادی که صلاحیت فنی نداشتن، 4 دهه به بهای خرابی کشور، به بهای آسیب زدن به ساختار نظامی کشور رشد بکنن و آخر سر دست عملکرد اونها رو می‌بینیم چه دست گل‌های به آب میدن. فقط کافی هست، من مخالف نظام پهلوی هستم، معتقدم برای آینده ایران باید نظام جمهوری عرفی سکولار دموکرات باشه، اما انصاف حکم میکنه ما بریم کارنامه رزومه فرماندهان ارشد نظامی در دوران پهلوی رو مقایسه کنیم با فرماندهان سپاه کنونی. واقعا خجالت آور هست. من نسبت به برخی از نیروهای سپاه پاسداران ارادت دارم، میدونم انگیزه های خیرخواهانه دارن، برخی از اونها در گذشته میشناسم، اما مسئله افراد نیستن، من نهاد رو دارم میگم. این نهایت سرافکندگی و شرمساری برای مردم ایران در قرن 21 هست که فردی با مختصات حسین سلامی نفر اول نظامیش باشه. این فاجعه از این بزرگتر نمیشه. بسیار برای بنده ناراحت کننده هست 176 فرد مظلوم در این اشتباه فاحش و وحشتناک کشته شدن، جان باختن، کثیر از اونها ایرانی بودن، غیر ایرانی ها هم فرقی نمی کنه. بسیار ناراحت کننده است، اما ناراحتی بزرگتر این هست که افراد فاقد صلاحیتی مثل سید علی خامنه ای، مثل حسین سلامی، ده ها و صد ها از این نوع خطاها رو بر مردم ایران دوباره تحمیل می کنن. این مسئله هستش که به نظر من در اعتراضات سراسری آبان 98 که در ادامه دی ماه 96 بود، در اعتراضات اخیری که جنبش دانشجویی میزبان و بستر شکل دهنده اون بود، جامعه فهمیده، شاید یک درک غریزی هم هست، نیاز خیلی به تحلیل های پیچیده ای نداره، که باید کشور رو دریافت. ایران بیش از این تاب تحمل خطاهای بزرگ مسئولان این نظام رو نداره. ممنونم از شما.
خیلی ممنون. ببخشید که صحبت هاتون رو قطع میکنم. ممنونم از شما از اینکه با ما همراه بودین. آقای افشاری لطف کردید. بعضی از هنرمندان در ایران برای ابراز همدردی با خانواده کشته شدگان پرواز تهران کیف هواپیمای اوکراین و اعتراض به عملکرد مسئولان از حضور در جشنواره فجر انصراف دادن. مسعود کیمیایی کارگردان با سابقه سینمای ایران در پیامی گفت که از شرکت در جشنواره فیلم فجر انصراف داده. خیلی بگذارم. من امسال فیلم ساختم به نام خونشور که در جشنواره فجر هست. خب من هیچ وقت در جشنواره نبودم و سمت و سوم همیشه مردم هستن و نگاه میکنیم میبینیم که مردم روزگار سختی رو میگذرانند. همینجور روزی نیستش که خبرهای بد نشنویم. برجت اطلاع میخواد که فیلمم تو جشنواره فجر نشون داده بشه به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارم، مردمی که مسافر بودن. گفتگوی داشته باشیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی، روزنامه نگار از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، بعضی روزهای جاری رو در ایران روزهای تلختر از زهر توصیف میکنند. فضا بسیار ملتهبه، اوضاع ناآرام و نامعلومه. شما چی فکر میکنید؟ تلختر از زهر از نظر من نیست، البته از یک زاویه، یعنی از زاویه‌ای که به مردم به خیابان‌ها میان اعتراض میکنند، به دروغ اعتراض میکنند، به استبداد اعتراض میکنند، به دیکتاتوری اعتراض میکنند. اعتراض مردم همیشه شیرین هست، حالا ممکنه به نظر بعضی تلخ برسه، اما از سوی دیگه در وضعیت ایران البته تلختر از زهر هستش. همه ما میدونیم وضعیت اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی، جنگ طلبی، جمهوری اسلامی. یک نکته بسیار مهمی در تظاهرات دیروز بود و این بود که خب بعد از اینکه اینها در مراسم به اصطلاح خاکسپاری آقای قاسم سلیمانی توده های سازمان نیافته رو با تبلیغات دروغین به خیابان ها کشوندن و گفتن که این تظاهرات بزرگ شکاف بین مردم و حکومت بود که در آبان ماه آشکار شده بود، در تظاهرات آبان ماه پوشنده و انگار کرد مردم و حکومت در سپاه پاسداران و به وحدت رسیده اند. این تظاهرات دیروز مهر باطلی بود بر این ادعای تبلیغاتی. چرا؟ درسته که شمار کسان که دیروز در تظاهرات بودن کمتر از شمار کسانی بود که برای تدفین آقای قاسم سلیمانی آمده بودن، اما توجه بکنید که بسیج توده های سازمان نیافته در ایران ما هر سال یک بار، من یکی دو بار شاهدش هستیم، در دو همه کشورهای استبدادی هم هست. این از شیوه های رایج همه استبداد هاست. اما وقتی یه تعدادی به خیابان می آیند که خطر مرگ دیگه در آبان ما مشخص شد، اینا مستقیم به مردم تیراندازی میکنن، خطر مرگ، زندان، بازداشت، کتک خوردن رو به جان میخرن و حکومت اعتراض میکنن. این در واقع حضور آگاه هست یا آگاهی حضور هست در جامعه و ارزش اجتماعی و روانشناختی اون و تأثیری که بر مثلا ساختار اجتماعی میذاره بسیار بزرگتر از تظاهرات توده بی‌سازمان هست. لذا ما در واقع دیروز دیدیم که این که میگویند شکاف بین حکومت و مردم ترمیم شده نیست و در این حال یک نکته بسیار مهمی هم دیدیم. 40 سال دروغ به مردم گفتند و 40 سال در واقع مردم رو با دروغ تحقیر کردن. چون یادمون باشه که وقتی مدام به مردم دروغ میگین، شما دارین به شعور مردم توهین میکنین، مردم رو تحقیر میکنین، اونا رو آدم های ابلهی فرض میکنین که هر دروغی رو میشه به اونها فروخت. بعد این خشم علیه این دروغ در تظاهرات دیروز مشخص بود، نه خشم علیه فقط یک دروغ چون شعارهایی رو نشون میداد، بلکه خشم علیه این به اصطلاح دروغ که یکی از مؤلفه های ساختاری حکومت جمهوری اسلامی است. در همین حادثه رخ داد ما دیدیم که اینا ابتدا گفتن ما انتقام سخت میگیریم، ما آمریکا رو اعلام میکنیم، بله میکنیم، بعد آمدن برخلاف ادعایی که ما مذاکره نمیکنیم با آمریکا، مستقیم یا غیر مستقیم مذاکره کرده بودن، توافق کرده بودن که شما پایگاه رو خالی کنین، ما هم چند جای این پایگاه های خالی رو میزنیم. اما با اون حرف که ما انتقام سخت میگیریم، چندین روز مردم ایران رو با خطر جنگ، یعنی مردم که فکر نمیکردن اینا پشت پرده این همچین توافقاتی کردن، فکر میکردن اینا میزنن و بعد آمریکا هم یک حمله بزرگ به ایران میکنه، مردم رو در یک فشار عصبی و روانی وحشتناکی قرار دادن و بعد معلوم شد اون پشت مثلا یک برنامه‌ریزی های کردن. بعد آمدن در قضیه هواپیما زدن هواپیما
مسافربری، اینا یه اصل ساده که باید پروازهای مسافربری رو در موقعیت جنگی ممنوع بکنن. این اصلا یه چیزی که حتی منم که هیچ تخصصی در امور نظامی ندارم میدونم و اینا هم میدونن، اینا این کار رو نکردن، یعنی فضا رو بر هواپیمای مسافربری نبستن. و بعد هم آقای فرمانده فدرافن میاد مصاحبه میکنه میگه عزیزانی مصلحت ندیدن این کارو بکنیم. این عزیزان کیان که این مصلحت ندیدن؟ و بعد هم میگه که مشکل تلفنی داشتیم. یعنی واقعا این اصلا آدم رو وحشت زده میکنه که سیستم. و بعد هم اینا اومدن چند روز کوشیدن دروغ گفتن، میدونستن که زدن، چون بالاخره یکی از موشکای شما زدین، یعنی این تحقیقات لازم نداره. آمدن به مردم دروغ گفتن، رسانه هاشون دروغ گفتن، طرفدارانشون در جمهوری اسلامی در رسانه های خارج کشور دروغ گفتن، مدام دروغ گفتن دروغ گفتن. و بعد که سنبه فشار خارجی بزرگ بود، مجبور شدن عقب نشینی بکنن و بپذیرن. این درست اگه یادتون باشه مثل این بود که وزارت اطلاعات اعلام کرد که قتل های زنجیره ای ماموران ما دست داشتن. یعنی حکومت استبدادی که بر روانشناسی دروغ استوار میشه، وقتی میاد یک دروغ بزرگی که به مردم گفته پس میگیره و میگه من دروغ گفتم، در واقع خشم مردم رو برمی‌انگیزه. بنابراین ما دیدیم که در تظاهرات دیروز هم مردم هم علیه 40 سال دروغ نهادینه شده اعتراض کردن، هم علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی. بسیاری هم همین حرف شما رو زدن که در یک تشییع جنازه به مردم گل داده میشد. خب مردم در سطح وسیع شرکت کردند، ولی در اعتراض‌ها به مردم گلوله تقدیم میشه، بنابراین قابل مقایسه نیست. ولی اگر در این سه روز حقیقت ماجرا گفته میشد، از نظر شما چقدر در اصل قضیه فرق میکرد؟ به نظر من از یک زاویه فرقی نمیکرد، چون اولا اون دروغ اولی که گفته بودند به مردم که ما میخوایم آمریکا رو بزنیم و مردم رو در فشار نگرانی جنگ قرار داده بودند، و بعد معلوم شد که توافقاتی پشت پرده حالا مستقیم و غیر مستقیم افتاده، این یک دروغ بسیار وحشتناک. شما نمیتونید مردم یک کشور رو چندین روز در اقتحاب نگرانی جنگ قرار بدین که الان میزنن الان کشور نابود میشه. من در زمان موشکباران عراق اونجا بودم، موشک میخورد یه ساختمون رو منفجر میکرد. اما من یادمه که تهران چه وضعیتی داشت، ما چقدر مضطرب بودیم، مدارس تعطیل بود، مردم میرفتن تو بیابونها میخوابیدن. شما قرار دادن مردم در موقعیت موشکباران بزرگ، شما مردم در این موقعیت قرار میدین و بعد معلوم میشه که اون پشت خودتون با خیال راحت مثلا یه سری توافقاتی کردین که اون به اصطلاح حمله بزرگ رخ نخواهد داد. من خوشحالم که رخ نخواهد داد، همه خوشحالیم. اما اینکه شما نمیتونید منو در یه وضعیت اینطوری قرار بدین، این خود این تاثیر بزرگی داشت بر مردم که متوجه شدن این حکومت به اونا راست نمیگوید و دروغ رو تا حد تخریب روانی اونها به کار میبره. دوم اینکه اگر اینا روز اول هم اینو میگفتن، در یک موقعیت واقعیت تفاوتی ایجاد نمیکرد. این است که شما برخلاف روال بین المللی عرض کردم پروازهای مسافربری رو ممنوع نکردید، و بعد شما کسانی هستین که به اشتباه هواپیمای مسافربری رو میزنید. خب اگه یه بار دیگه این کار در مورد کشور دیگه بکنید، چه اتفاقی برای کشور ما میفته؟ این شوخی نیست. داستان این است که شما وقتی از این اشتباهات میکنین، یعنی کشور رو مدام در معرض خطر حمله دیگران قرار میدین. اینها با سیاست خارجی خودشون که جنگ، اینا اومدن گفتن قاسم سلیمانی شکست دهنده داعش. خب میدونیم که دروغ میگفتن، چون یکی از نیروهایی که در شکست داعش در عراق تاثیر داشت نیروهای ایران بود، بقیه‌اش مثلا ائتلاف بین المللی بود، ارتش عراق بود، کردها بودن، خود بیانیه های سیستانی بود که منجر به تشکیل اون ارتش هشتم شهری شد. بعد اینا گفتن ما در سوریه رفته با داعش می‌جنگید، زمانی که سلیمانی با در سوریه می‌جنگیدن اینا، یعنی حکومت جمهوری اسلامی داعشی در اون اول نبود، این داشت علیه کسانی می‌جنگید که علیه حکومت دیکتاتوری اسد قیام کرده بودن. اصلا خود این سیاست خارجی خلاف منافع ملی ماست. منافع ملی ما ایجاب می‌کنه که خلیج فارس آرام باشه، ما بتونیم نفت صادر کنیم، کالا وارد کنیم، و بعد با همسایگانمون هم در خلیج با صلح زندگی کنیم تا این امنیت رفت آمد کالا بشه. کشور ما بر اساس صدور نفت و گاز و خرید کالا اقتصادش میچرخه. ما هیچ منافع ملی در سوریه نداریم، ما هیچ منافع ملی که بریم اونجا بجنگیم حافظ اسد رو حفظ بکنیم، یا اصلا نابودی اسرائیل اصلا جزء منافع ملی ما نیست. درسته که بعد از حقوق مردم فلسطین دفاع کرد، در اینکه شما موشک می‌بینید حماس و حزب الله بر سر اسرائیل می‌زنن، خب دلیل شما در تمام مدت با این سیاست جنگ افروزانه خودتون ایران رو در خطر تجزیه و جنگ قرار دادید. حالا یه بار هواپیما مسافر بودم که وقتی می‌زنین، اگرم می‌گفتن به نظر من نمی‌گم حالا چه می‌شد، مردم چه کار می‌کردن، اما به هر حال تاثیرش تا حدودی یکسان. نه، شما جایی به حافظ اسد اشاره کردید که البته خب منظورتون بشار اسد بود. مدلو. در هر صورت
الان کم و بیش از اعتراض ها یا موج تازه اعتراض ها خبر میرسه و همینطور مواضعی که بعضی از هنرمندان گرفتند، در این مورد چی فکر میکنید؟ اینها آیا ممکن هست که باعث تغییرات اساسی در ایران بشه؟ درباره ما خب من پیش بینی در موقعیت ایران بسیار دشوار است، من هر کسی بخواد پیش بینی های دقیق بکنه به نوعی فال بینی هستش، اما یک چیز رو مشخصا میشه گفت، ساختار جمهوری اسلامی به بنبست رسیده در سیاست، در اقتصاد، در روانشناسی، در ایدئولوژی، در نمیدونم مشروعیت، در همه ابعاد خودش 40 سال حرف گذاشته. حالا شورش های شهری، لایه های فقیر در کم درآمد و همچنین لایه های میان درآمد که ما دیدیم این دفعه دیگه در تظاهرات دیروز لایه های میان درآمد هم بودند، اینها در واقع خواهان تغییرات بنیادی هستند و این شورش ها که اغلب با سرکوب مواجه میشه، حالا گاهی سرکوب شدید تیراندازی میکنن، گاهی گاز اشکاور میزنن بستگی به حدت و شدت سرکوب ها، این شورش ها ادامه پیدا خواهد کرد در فاصله های گوناگون، حالا به دلایل گوناگون، یعنی یک دیگه اونجا هست که در هر شرایطی آماده انفجار هست و بالاخره هم یه حادثه رخ میده منفجر میشه. این که رژیم با این شورش ها چه میکنه تا حالا یک چیز رو نشون داده، سرکوب میکنه، اما ادامه دراز مدت یک بار دو بار میشه سرکوب کرد، اما وقتی شورش ها مدام پیایند بشن سرکوب هم به تدریج تاثیرات بسیار تاثیرات خودش رو دست میده. این اون چیزیست که من میتونم پیش بینی بکنم قطعیت ادامه شورش های شهری و اعتراضات چه. اما در مورد هنرمندان رو که گفتید، خب این که حتی کسانی مثل مسعود کیمیایی که با نهادهای امنیتی هم حالا میگن که فیلم ساخته بوده و سابقه رو میدونیم، یا همیشه در جشنواره‌ها مشتاق بوده شرکت کنیم، یا دیگران میآیند و میگویند ما در جشنواره شرکت نمی کنیم، نشانه بسیار خوبی هست و در این حال نشان میده، یعنی یک نموداری است که این که به اصطلاح هنرمندان که در جامعه هستند عمق این به اصطلاح نارضایتی رو گرفتند، در اینکه اینها به سادگی از این مزایایی که وزارت ارشاد بهشون میده نمیدونم انواع اقسام کمک های مالی، بعد حضور رسانه‌ای، حضور جشنواره، حضور در فیلم، حضور در رسانه ها، به این سادگی نمیگذرن. وقتی که عده‌ای از اینها میآیند و میگذرن، من یک بار یک مطلبی نوشتم چند وقت پیش که فرش قرمز جشنواره فجر امسال از خون مردم رنگین شده، پا بر خون مردم نگذارید. حالا اینکه اینها چون وضعیت واقعا فرق میکنه با جشنواره، بعد از آبان ماه، یعنی آبان ماه یک گرهگاه بزرگ تاریخی، یک نقطه عطف بزرگ تاریخی در ایران بود، و بعد از آبان ماه رفتن به جشنواره فجر پا بر خون مردم گذاشتن. حالا اینکه یه دیگر هنرمندانی که همیشه در این مراسم دولتی شرکت میکردن، آقایی که میایی تبلیغ میکرد برای رای دادن به روحانی نمیدونن چه و چه و چه، اینها هم میآیند میگویند ما شرکت نمی کنیم، چون هنرمندان واقعی مثل ناصر تقوایی مثلا در سینما که همیشه هستشون جمع میگن، اما اینها هم میآیند میگویند ما شرکت نمی کنیم، نشانه بسیار مهمی هست از عمق نارضایتی و اینکه چقدر نارضایتی ریشه داره و اینکه این چقدر بیان شده و اینا هم همراهی میکنن. خیلی هم خوب هستن به این همراهی ها، اما این همراهی ها وقتی مؤثر خواهد بود که اینها نه فقط به خاطر هواپیما که به خاطر اینکه مردم کشته میشوند هم اعتراض کنند. آقای سرکوهی، ما این سوال رو در آبان ماه خیلی پرسیدیم، متاسفانه ارتباط ما با فرج سرکوهی نویسنده و تحلیلگر قطع شد. اگر با آقای سرکوهی دوباره بتونیم صحبت بکنیم حتما سوالهای بعدی رو هم از ایشان خواهیم پرسید.